سلام، من شهریار هستم، اینجا پارسی تیوی. متاسفانه امروز با خبر شدیم که قاسم گلی، مجری و شومنی که پس از انقلاب در آمریکا فعالیت میکرد، دار فانی رو ودا گفت. در ادامه به مختصری از زندگی این هنرمند و علت فوت وی میپردازیم، پس با ما همراه باشید. قبل از شروع از پایین همین ویدیو، عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. قاسم گلی متولد 1323، بازیگر تئاتر و نمایشنامه‌های رادیویی که بعد از انقلاب به آمریکا مهاجرت کرد و در تلویزیون‌ها و کاباره‌های مختلف با برنامه‌های خودش دل مردم رو شاد می‌کرد. قاسم گلی یکی از بازیگران قدیمی تئاتر بود که قبل از انقلاب در رادیو هم فعالیت می‌کرد. او اصالتاً اهل تهران بود. او رو بیشتر به عنوان کمدین می‌شناسند. قبل از انقلاب در رادیو به کارهای نمایشی می پرداخت و به عنوان گوینده فعالیت می کرد. یه دختر داشت به نام ساحل. چند سالی در تئاتر فعالیت کرد، اما با وقوع انقلاب تصمیم گرفت راهی آمریکا بشه. ابتدا به ترکیه، سپس به کانادا و در نهایت به آمریکا مهاجرت کرد. مدتی در آمریکا به لطف شناخت قبلی ایرانیان از او به کار اجرای تئاتر طنز پرداخت و از این طریق کسب درآمد کرد. قاسم گلی رو همونطور که گفتیم بیشتر به عنوان کمدین میشناختن. حمید شبخیز وقتی با او آشنا شد، به قاسم گلی پیشنهاد داد که به شبکه ITN بیاد و در کنار او به کار اجرا بپردازه. مدتی در شبکه ایرانی ITN و در کنار حمید شبخیز به کار اجرای طنز پرداخت و از این نظر تونست مخاطبانی رو برای شبکه ITN به دست بیاره. اما بعد از گذشت چند سال تصمیم گرفت که به کار تئاتر خودش ادامه بده. چند نمایش رو هم با برخی از بازیگران قبل از انقلاب از جمله پرویز صیاد و شهناز تهرانی اجرا کرد. قاسم گلی در روزهای اخیر به دلیل ابتلا به بیماری کرونا در خونه استراحت می‌کرد، اما در نهایت بعد از گذشت چند روز از بهبودیش به علت ایست قلبی فوت می‌کنه. او در سن 77 سالگی دار فانی رو ودا گفت. روح شاد، یادش گرامی. اما قاسم گلی در سال 88 هم به طور غیر مستقیم از طرف دخترش وارد حاشیه جنجالی شد و دخترش به جرمی متهم شد که اون رو هم تحت شعاع قرار داد. به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، ساعت 10 شب 24 شهریور سال 1388 ماموران مرکز فوریت‌های پلیسی تهران از کشف جسد یک مرد میانسال در خونش با خبر میشن. ماموران کلانتری 134 شهرک غرب با حضور در خانه این فرد واقع در شمال غرب تهران دریافتند آثار خون روی پله ها و آسانسور یک مجتمع مسکونی وجود داره که شروع این آثار در طبقه چهارم این ساختمون واقع شده. اصغرزاده، بازپرس شعبه دوم دادسرای امور جنایی تهران، درباره این پرونده گفته بررسی ها نشون داد سرایدار این ساختمان زمانی که قصد بستن درهای ورودی این مجتمع را داشته، متوجه یک حوله خونین در جلوی ساختمون شده و متعاقباً اون زمانی که لکه‌های خون رو دنبال کرده به طبقه چهارم و مقابل خانه مرد 45 ساله‌ای که به تازگی از کشور فرانسه به ایران اومده قرار می‌گیره. به ادامه میده با شکستن در و ورود به خونه مشخص شد صاحب خانه به نام رضا 45 ساله بر اثر اصابت ضربات متعدد چاقو در یک درگیری خونین که در آن مجرم یا مجرمین نیز زخمی شدند به قتل رسیده. اصغرزاده گفت تحقیقات برای شناسایی قاتل یا قاتلان و همچنین مشخص شدن زوایای پنهان این پرونده ادامه پیدا میکنه تا اینکه مشخص میشه ساحل، دختر قاسم گلی، مجری لس آنجلسی، با رضا در ارتباط بوده. به ادامه میده بررسی ها برای دستگیری ساحل آغاز میشه تا اینکه مشخص میشه ساحل روز 25 شهریور ایران رو به مقصد کشور امارات ترک کرده. به اضافه میکنه سرانجام روز 13 مهر ساحل با ترفندی از طرف پلیس به ایران برمیگرده و در بازگشت توسط ماموران پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر میشه و مورد بازجویی قرار میگیره. بازپرس شعبه دوم دادسرای امور جنایی تهران در مورد این پرونده میگه ساحل منکر هر گونه ارتباطی با این پرونده میشه، اما به طور قطع این فرد در این پرونده و در گذشت رضا نقش داشته. بعد از این اتفاق هرگز اخبار در مورد ساحل، دختر قاسم گلی، رسانه‌ای نشد و هیچ خبری در رابطه با این قضیه دوباره منتشر نشد.
مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظرات خودتون رو پایین همین صفحه با من به اشتراک بگذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال من نشدید خوشحال میشم با عضویتتون از من و کارام حمایت بکنید.